بعد از ظهر روز سه‌شنبه 6 مرداد بود. از خیابون صد عبور می‌کردم که سر و صدایی از طرف مزار شهدا توجهمو به خودش جلب کرد. هرچی به مزار نزدیکتر می شدم سر و صدا بیشتر می شد. وقتی به محل رسیدم با صحنه شوکه کننده ای روبرو شدم. حضورهای عراقی رژیم سیاج و در اشرف در اون سمت رو کنده بودن و می خواستن به زور وارد بشن، ولی بچه ها با بدنهاشون سپر انسانی درست کرده بودن و اجازه نمی دادن که اونها حتی قدمی به پیش بردارن. حضورها با چما، باتون برقی، سیم بوکسور، تیر و هر اونچه که از وسایل کشتار بود مسلح بودن و یک سره بر سر و تن مجاهدین بی‌دفاع می‌کوبیدند. دیگه نفهمیدم چطور اما خودم رو بین مزدورا و بچه‌ها انداختن و با خواهرای دیگه که اونجا بودن یک زنجیر از دست‌های خالی تشکیل دادیم تا جلوی برادران حصاری بسازیم. آخوندها غرق در خون بودند. اونها با کینه حیوانی که تنها میشه اون رو در پاسدارای خامنه‌ای سراغ کرد بر بدنهای بی‌سپر میکویدند. ما به اونها نشون دادیم که با مجاهد خلق طرف هستند. حضوران مالکی تلاش میکردن مانند دسته های گرگ به صفوف ما حمله کنند تا بتونن کسی رو برو باید. در یکی از این حملات مزدوران تلاش کردند تا منو بدستند که تعداد دیگه از خواهرانم خودشون رو روی من انداختند و نگذاشتند. صحنه ها واقعا حماسی بود. راستش در اون صحنه نمیتونم بگم چه کسی از چه کسی شجاع‌تر بود. گویی همه از یک جنس و یک اراده بودیم. شگفت‌آور بود. در این صحنه نابرابر بچه‌ها هیچ چیز جز عزمی استوار و بدن‌های مجروح ولی پولادگونه نداشتند. در همین حین باتون برقی به سر خودم خورد. احساس کردم چیزی در مغزم ذوب شد و گیجگان سوخت.